وقتی یه مسئله مثل مشکل عاطفه مطرح میشه، اولین چیزی که به ذهن ما میرسه اینه که بنگاهی رو معرفی کنیم یا بگیم که خب تو چقدر پول داری، آیا من یک کسی رو میشناسم که خونه داره اجاره میده یا فلان و فلان و فلان. اینا ذهن ما به اینجا میره، ولی بیایید ذهن خودمون رو هم به یه مسئله دیگه ای هم متمرکز کنیم و جهت بدیم و بگیم که خب میشه ما دنبال این هم باشیم که چه کسانی در اطراف ما هستند که امکانات مختلف مادی رو دارن و خونه دارن، ویلا دارن، هر چی، ولی اینها تنها هستن و درهای خونهشون رو به شدت به روی دیگران بستن. آیا میشه اینها رو، این درها رو باز کرد؟ چطور؟ ببین عاطفه، من توصیم اینه که تو با بچه های مختلف حتی به اتفاق مانی یه تجربه بکنی و بری باشون یک دوره هایی رو باشون زندگی کنی و این میتونه خیلی برات و برای مانی هم یه زندگی درمانی خیلی خوبی باشه. شما میتونید زندگی های مختلف رو اینجوری در مقاطع مختلف تجربه کنید تا موقعی که تو این فاصله بتونی با امکانات بهتری، با افراد بهتری، با همه کسای مختلفی که هستن آشنا بشی و با این هدف هم بری جلو که چه امکاناتی برات از طریق این روابط میتونه ایجاد بشه. اگه ما اطرافمون رو نگاه کنیم، خیلی کسا هستن خونه های بزرگ دارن، نمیدونم ویلا دارن و امکانات مختلفی رو دارن، ولی اینها ترس دارن از اینکه با کسای دیگه روبرو بشن، مثل خود تو که در وهله اول که تقریبا فکر کنم پارسال بود دیگه با من آشنا شدی، چقدر ترس داشتی حتی یک فرد معمولی رو ببینی، یک سر یک قراری بری، ولی الان چقدر تو دل روابط میری. این افرادی هم که در اطراف ما هستن، این همه خونه های بزرگ دارن، موقعیت دارن، مرد تنهاست، نمیدونم زن تنهاست، اینها نیاز دارن به این که با کسای مختلفی زندگی بکنن. البته هر کس تنهایی خودش رو هم میخواد، ولی ضمن این که فردی تنهایی خودش رو میخواد، دوست داره با کسای دیگه هم باشه. ما اگر بتونیم این شاید یه چیز ایدئالی باشه ولی واقعا عملیه و من الان دارم همین کار رو با بچه های مختلف انجام میدم. اگر هممون به این فکر بکنیم، بگم مثلا من یه عمه ای دارم، یه خونه بزرگم داره، نمیدونم تنهام نشسته ولی خب هیچ کسی هم راه نمیده، ولی اگر ما بریم باهاش یکم ارتباط برقرار کنیم، این ممکنه بگه که خب باشه شما 3-4 روز مهمان من باشید. و در اون 3-4 روزی که ما باهاش ارتباط برقرار میکنیم، اگر ما توانایی اینو داشته باشیم، این رو دارم تاکید میکنم، نه به عنوان مهمان، بلکه تو اون چند روزی که با اونها زندگی میکنیم نشون بدیم که ما میتونیم عضوی از خانواده شما بشیم، واقعا ما میتونیم خیلی خیلی امکانات زیادی رو به دست بیاریم. ببین عاطفه، همین مسئله در هر رابطه ای هست. من خودم مثلا دوست پسرم اووه که میرفتم خونشون، خونش هاوس، همه امکانات فلان اینها، من فقط میتونستم 1 روز یا 2 روز باشم. یعنی احساس میکردم 1 روز 2 روز باشم، بیشتر باشم، خودم احساس خفگی میکنم و باید اون 2 روز با 1 روز بانشاتی برای طرفینمون میشد. پس این به منیج و مدیریت من برمیگشت. از این ور همین مسئله موقت ها رو تو نگاه کن. من در رابطه با همه دوستام اینجوری بودم. من هفته ای مثلا 1 روز یا 2 روز ممکنه پیش احمد باشم، یه موقع 10 روز نباشم، ولی حد خودم رو با اون میدونم. برای اینکه این مرز رو باید هممون بشناسیم. ما هممون نیاز داریم به یه جایی
که هم خودمون باشیم هم فاصله داشته باشیم، یعنی فاصله داشته باشیم و هم توی جمع باشیم، یعنی این کمبینیشن بین خود و تنهاییمون و جامعه و ارتباطامون خیلی مهمه. ببین فعلا ما با توجه به این شرایطی که تو داری، باید ما بین بد و بدتر بد و انتخاب بکنیم. ما الان یک گزینه خیلی خیلی بالاتری رو نداریم. پس بنابراین باید با همین موقعیتی که داریم بریم پیش بریم. تو دقیقا مثل شرایطی هستی که من اون زمان که ایران بودم در به در میشم و هیچ جایی رو نداشتم و هیچ امکان مالی هم نداشتم، یعنی امکانهای مالی بود ولی در حد انقدر پایینی بود که من نمیتونستم خونه بگیرم، من نمیتونستم حتی مثلا چند میلیون بدم برای پول پیش. حالا تو وضعیتت از اون موقعی منم بهتر بود. به هر حال ببین عاطفه، ما الان باید یه کاری بکنیم که بتونیم از این موقعیت هایی که الان تو داری که توسط همین بچه ها به دست آوردی، اینها برات فضای نفست رو زیاد کنن. فکر کن یه مرغ عشق هستی توی قفس بودی، مرغ عشق هم تو قفسه دیگه. ما حالا میاییم این قفس رو سه تا میکنیم، بعد میکنیم چهار تا، یعنی فضای پرش و پرواز این پرنده رو بیشتر و بیشترش میکنیم. این کاریه که ما الان در این مقطع میتونیم انجام بدیم تا تو بتونی اون فشارهای روحیت کمتر بشه. الان با همین امکاناتی که الان تو مطرح کردی، ما وضع شرایطت بد نیست، به نظر من یه خونه نگیر و صبر بکن. اونو برای فروش گذاشتی گرمسارو، فعلا اصلا در رابطه باهاش اضطرار نداشته باش که بخوای که بفروشی. تو پارسالم 35 میلیون میخواستی بفروشی، الانم 35 میلیون میخوای بفروشی، در حالی که اصلا یادم، من خودم خواستم اون موقع ازت بخرم، الان اون 35 میلیون 10 برابر قیمتش پایین تر اومده، یعنی ارزش پولی 35 میلیون پایین اومده، ولی تو الان بازم میخوای همونو داشته باشی. پس بنابراین عجله نکن در این کار. من فکر میکنم بحث خوبی بود، صحبت خوبی بود. بذار تو با یک نگرش بهتری بری جلو. بچه ها هم توی این جریانات فکر بکنن که چه کسانی رو به این دایره میتونن اضافه بکنن. تو سعی کن مثلا فرض کن که یه وقتی رو که داری، یه فرصتی که داری، احساس میکنی مثلا یه برنامه ای رو داری که میتونی مثلا بری پیش پگاه، بری پیش شهلا، بری 2 روز اونجا، این برنامه ها تو زیاد کن و من هم روابط خودم رو که تو این رابطه ها فضا رو برای این زندگی ها آماده میکنن و خودشون رو به قول معروف در خونشون رو باز میکنن، ما این افراد رو بیشتر و بیشتر میکنیم. ضمن اینکه الان به غیر از خونه ناصر و هما، به غیر از خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ مانی و به غیر از خونه مادر خودت، خونه مادر نونا و نیمام هست. پس ببین این دایره داره هر روز وسیع تر میشه. ببین آره، خونه مامانت رو به عنوان موقت داشته باش، یعنی اسم به اسم جای تو، آدرس تو، همین اون آدرس رسمی تو اونجا باشه. ما همینجا بچههایی رو داریم که آدرس رسمیشون یه جا هست ولی خب شاید سالی 10 روزم اونجا نیستن. تو اونجا به عنوان اینکه بدونی اون پشتوانه است برات باشه، ولی برای اینکه از مادرت و اسارتش رها بشی، باید این دایره ها رو بیشتر بکنیم. خونه مادر نونا و نیما رو اگر تو بخوای به طور همیشگی بگیری نمیشه، اونام احساس خفگی میکنن، ولی بذار بگو تو برنامه خودم مثلا هفتهی ماهی یه بار مثلا 3 روز 4 روز خونه مادر نوناست. اینو میتونی به صورت یه برنامه برای خودت بذاری، نه اینکه همینطور غافلگیرانه بری باشون صحبت بکنی، اونا هم شاید خوشحال بشن بگن او چقدر خوب، ما میدونیم که در مثلا فرض کن 15 تا 18 ماه. بچه ها ببینید واقعا عملیه، این عملیه، فکر نکنید که غیر ممکنه.
اول شاید به نظر فانتزی برسه، ما خونه های همدیگه بریم. باور کنید برای خود احمد انقدر خوب بوده همین روابطی که ایجاد شده، اومدن رفتن پیشش خوابیدن و میدونه مثلا فلان روزی که یک روز در هفته میام، در هفته یا سه روز در ماه، و بعد اینها ماها رو به هم نزدیک میکنه. شما مطمئن باشید نونا، مادر نونا، مادر یعنی اسماعیل، اسماعیل با این برنامه ها، مگه محمد نرفت پیش خاطره و ماری زندگی کرد؟ چه تجارب قشنگی رو به دست آوردن. و تو هم میتونی آتف